چند روز پیش نشسته بودم با خودم فکر میکردم که آیا میشه جوجه کباب و کباب کوبیده رو با هم ترکیب کنیم و ازش یه غذای خیلی خوشمزه و جدید درست کنیم، که دیدم آره بابا، ما یه کباب قدیمی داریم که اصلا اسمش کباب قفقازی و دقیقا همینه. تو این ویدیو رفتیم سراغش و هم توی فر و هم روی منقل روش پختش رو بهتون گفتم، در کنارش ماست موسی رو هم بهتون آموزش دادم. پس یادتون نره که لایک کنین و بریم ببینیم. اینجا موسیر خشک دارم که از عطاری میتونین بخرین. میریزمش توی ظرف و روش آب گرم یا ولرم میریزم. درشو میذارم یه 10 دقیقه بمونه از حالت خشکی در بیاد. مرحله اول درست کردن مایه کباب کوبیده است، که برای 1 کیلو گوشت نیاز به 3 تا پیاز درشت دارم که میخوام توی غذاساز خوردشون کنم. اگه غذاساز نداری میتونی از رنده درشت استفاده کنی. میریزمش توی صافی و آبشو تا جایی که ممکنه میگیرم. میریزمش توی ظرف و اون 1 کیلو گوشتی که مخلوط گوسفندی و گوساله است رو بهش اضافه میکنم. برای این مقدار گوشت 1 قاشق پر غذاخوری نمک میخواییم و همینطور فلفل سیاه و قرمز. شروع میکنم به ورز دادن، حداقل 7-8 دقیقه. بعد از اینکه 10 دقیقه ورزش دادیم کی میفهمیم که ورز دادن کافیه؟ وقتی که رنگ گوشت تغییر کنه و دور ظرف چربی ببنده. الان اگه نگاه بکنید این از دست من نمیفته، یعنی چسبندگی خیلی خوبی داره. برای تمیز کردن دستم از یه قاشق استفاده میکنم. فعلا مایه رو میذارم توی یخچال که سرد بمونه. میرم سراغ جوجه کبابی که از قبل مرینتش کردم. یه سینه مرغ کامله که میخوام با بیفتک کوب یا با یه شیشه نوشابه بکوبمش تا نازک بشه. شاید با خودت بگی که چرا جوجه کباب آموزش ندادی؟ پس برابر این بریم توی 30 ثانیه بهت آموزشش بدم. اول از همه به مرغا زعفرون میزنم. بعد از ماساژ دادن روغن. بعد از روغن به پیاز و فلفل دلمه‌ای که خلالی کردم نمک، فلفل سیاه و قرمز و آویشن میزنم و بعد از اینکه خوب فشارش دادم که آبشون بیاد بیرون اضافه میکنم به مرغا. برای نرم کردن 2 قاشق ماست و 1 قاشق خامه. خردلم میتونی استفاده کنی. در نهایت آب لیمو تازه که طعمشو معرکه میکنه. میذارم مرینت بشه. بمی راحتی. بعد از اون بریم سراغ درست کردن کبابمون. توی ظرف پیرکس مستطیلی که هممون داریم یه لایه از مایه کباب کوبیده رو میچینم و لایه بعدی میشه همون سینه مرغی که پهنش کردیم. تا جایی که میتونین نازکش کنین، هرچی نازکتر بهتر. دوباره روش از اون مایه کباب کوبیده میذارم و با دستم پهنش میکنم. همه جاشو پوشش میدم. در نهایت با یه قاشق مرتبش میکنم. میذارم حداقل 2 ساعت بره توی فریزر. از این 1 کیلو گوشت چرخ کرده ای که داشتم تقریبا 200 گرمش تقریبا اضافه اومد. اینو میتونیم اینجوری مثل گوشت چرخ کرده که بسته بندی میکنیم، قشنگ بسته بندیش کنیم، هواشو بگیریم، بذاریم توی فریزر. هر موقع دوست داشتیم کباب کوبیده درست کنیم اینو از توی یخچال در بیاریم، بذاریم آب بشه یه مقدار که سس شد، نرم شد، یعنی از اون حالت انجماد در اومد، سیخ بگیرین، ورزش بدین 2 دقیقه سیخ بگیرین و ببرین روی منقل، میشه یه کباب کوبیده خوشمزه. آقا به نظرم هیچی بهتر از ماست موسیر کنار کباب کوبیده نیست. بنابراین اون موسیرهایی که گذاشتیم نرم بشه رو با چاقو شروع میکنم به ریز کردن. برای اینکه بهتر ریز بشه بهش نمک میزنم که طعمش هم بالانس میکنه. میریزمشون توی ظرف 1 کیلوی ماست همزده پرچرب که خیلی انتخاب بهتریه. 1-2 ساعت هم میزنم توی یخچال که آب ماست رو بکشه و خیلی هم خوشمزه تر بشه. اینم اون گوشتیه که 2 ساعت گذاشتم توی فریزر کاملا یخ زده. حالا اینجا نکته داره این که اگر میخواین توی فر بپزین دیگه از تو ظرف درش نیارین مثل من. توی همون ظرف برشش بدین، روش یه دونه فویل آشپزی بکشین و بذارین توی فر 200 درجه 40 دقیقه تا 1 ساعت. البته بهش سر بزنین ببینین که پخته یا نه، شاید تایم بیشتری نیاز داشته باشه. اگر مثل من میخواین روی منقل و روی زغال بپزینش، به این شکل برش بدین و با استفاده از همین سیخهای جوجه کباب مثل من سیخ بگیرین. نگاه کنین، با فاصله هم حتما بچینینشون سیخ بگیرین که بینش هم پخته بشه. حالا قبل اینکه بخوام بپزمشون دوباره 1/2 ساعت 1 ساعتی میذارمشون توی فریزر
شما حتی اگر بخواید کباب کوبیدن درست کنین، باید گوشت اونقدر سرد باشه، که یه دفعه وقتی رفت روی آتیش داغ یه دفعه خودشو جمع کنه و دیگه اون وقت هیچ موقع کباب کوبیدتون نمیریزه. پس بنابراین همیشه مثل رستوران ها که سیخار از توی یخچال های سرد در میارن میزن روی منقل، ما هم اینا قبلش میذاریم روی میذاریم توی فریزر خوب خودشو بگیره. میرم آتیشو درست کنم و میام سراغشو. از اونجا فوت میکنید تا یک روشن بشه. نگاه کنیم بهترین ابزار سشوار پروفشنال جانسون قدیمی روشنش میکنیم. اینا میترسه فرام میکنم جیغ نذاریم. آتیشو روشن کردم، بچه هم که اینجا سرصدا میکنن دیگه ما کباب میخواییم. اینو که گذاشتیم دیگه نیازی نیست باد بزنیم، چون سایزشون بزرگتر از کباب کوبیده نرماله. همین این در رنگش تغییر میکنه برش میکنم. آقا باید با حرارت کم گاهی یه بادی هم بزنیم، ایراد ندارین زغالا خاموش نشه، ولی خب باید قشنگ بپردامون رو بگیم. این هم گذاشتم، این ها یکم نابسخورده شد، یکی هم افتاد. توی کل مدتی که این کبابا رو داشتم توی تراس میپختم همش فکر میکردم که همسایه‌هامون اومدن دم پنجره و این بوه بهشون خورده و دارن به من فوش میدن. حالا شما بگین توی کامنت ها که اگر همسایه من بودین آیا بهم فوش میدادین یا بهم زنگ میزدین و میومدین شام کنار من باشین؟ البته واقعا من از خدام یه روزی هممون با دل شاد با تنی سالم دور یه سفره جمع بشیم و از وجودمون از زندگیمون لذت ببریم و هیچ کس دیگه ناراحت و غمگین نباشه. جای همتون سبز باشه و به امید روزهای روشن‌تر. فوق معرکه است، فوق خوشمزه است. طعم زعفرونی مرغ وسط کبابه یه طعم زعفرونی هم به گوشته داده، هر جفتشون پخته است. برای چی گفتم با دمای معمولی بدون بازدن بپزین؟ چون مرغ آب داره، هی آب حین پخت میزنه بیرون میاد تو بافت گوشت، گوشته آبدار میمونه. برابر این کبابا خیلی آب داره. انشالله که حتما امتحانش کنین، در کنار خانواده ازش لذت ببرین و نوش جویتون باشه. لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره. آقا من اینا رو برداشتم چون برنج مال خودم بود، اینا رو می‌خواستم ببرم برای خانواده، دیگه دهن نزدم. این ماست موسیره هم که بهتون یاد دادم خیلی معرکه است، خودتون درست کنین. کنار این غذا خیلی میچسبه. سیخ آخری بود برای خودم گذاشتم رو چیز روی منقل. دوره نگاه کن. اوف. وای 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 وای.